Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل ظاهري پیغمبر نسب محمد صلى الله عليه وسلم. وای محمد صلی الله علیه و سلم بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لای بن غالب بن فر بن مالک بن نظر بن کنانه بن خزیمه بن مدریکه بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان و عدنان من ولد اسماعیل الذبیح بن ابراهیم الخلیل علیه السلام. نسب محمد صلی الله علیه و سلم قطعا بهترین نسب مردم است. در حدیث آمده است که حرق پادشاه روم به ابو سفیان رضی الله عنه گفت: سألتک عن نسبه فذکرت عنه فیکم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث فی نسب قومها. از تو درباره نسبش پرسیدم، گفتی در میان شما صاحب نسب و اصیل است. پیامبران همین گونه هستند، با نسب قوم خویش مبعوث میشوند. انتخاب پیامبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودین: الله اصطفى کنانه من ولد اسماعیل و اصطفى قریش من کنانه و اصطفى من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم. الله تعالی کنانه را از نسل اسماعیل، قریش را از کنانه و بنی هاشم را از قریش و من را نیز از بنی هاشم برگزید. نام های پیامبر صلی الله علیه و سلم. تمام اینها وابستگی هستند و علم محض نیست که برای معرفه کردن استفاده شود، بلکه اسم های هستند که از چند صفت گرفته شده اند. این صفت ها معنای مدح و کمال دارند. از آن جمله محمد مشهورترین نام پیامبر صلی الله علیه و سلم است که در تورات نیز به آن تصریح شده است. معنا کسی که وابستگی های ستودنی زیاد دارند. احمد یعنی ستودترین آفریده الله، ساکنان زمین و آسمان، دنیا و آخرت او را به خاطر خوبی های زیادش می ستایند. مسیح علیه السلام وی را با همین نام خواند. المتوکل وی در استوار نمودن دین الله فقط بر الله توکل نموده، نه بر کسی دیگر. المحی الله تعالی با او کفر را محو نمود و کفر بدین گونه محو نگشته بود. الحشر مردم با آمدن او گرد می آیند، گویا آمده است تا مردم را گرد آورد. العقب پیامبر بعد از او نیست و او خاتم پیامبران است. المقفع کسی که در پیامبران پیش آمد و الله او را پس از پیامبران آورد. نبی توبه الله با او دروازه های توبه را بر زمینیان گشود و توبه آنان را بخشید، آنگونه که چنان بخشیده نشده بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از سایر مردم توبه و استغفار می نمود. نبی الملحمه برای جهاد با دشمنان اعلی فرستاده شد. هیچ پیامبر و امتی مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم و امتش جهاد نکرده اند. نبردهایی که برایش رخ داد بی سابقه بود. نبی الرحمه الله تعالی او را مایه رحمت و مهر برای جهانیان فرستاد، با او بر تمام زمینیان رحم نمود. مؤمنان سهم بیشتر از رحمت و لطف او دارند و کافران و اهل کتاب در زیر سایه و پیمان او زندگی می کنند. الفتح الله تعالی دروازه هدایت خویش را با او گشود، چنان چشمهای نابینا، گوشهای ناشنوا و قلبهای بیخبر را آگاه ساخت. الله با او سرزمینهای کافران را فتح نمود و دروازه های بهشت را گشود و راه های علم و سیدمند و کردار شایسته را باز فرمود. نام های پیامبر صلی الله علیه وسلم الامین وی برای این اسم شایسته ترین است. امانتدار و حیا و دین است. امینی ساکنان آسمان و زمین است. کافران قریش هم او را پیش از بعثتش امین نامیدند. البشیر بشارت دهنده فرمانبردار الله به بهش است و هشدار دهنده سرکشان به او به دوزخ. سید ولد آدم پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: انا سید ولد آدم یوم القیامه ولا فخر. من سرور فرزندان آدم در روز رستاخیز هستم و این مایه فخر فروشی نیست. از سراج المنیر آن کسی که بدون هیچ شعله روشنایی می بخشد. او بنده الله است. عبودیت او کامل است، زیرا مراتب عبادت را کامل نمود. چکیده ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم کاملترین صفت پیامبر صلی الله علیه و سلم همان است که خود را به آن توصیف کرد:
أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزله الله عز وجل. من محمد بنده و فرستاده الله هستم. نمی پسندم که مرا بالاتر از آن چی الله مرا فرستاد بدانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم خوش اخلاق ترین و زیباترین انسان بود. الله تعالی فرمود: و انک لعلی خلق عظیم. سوره قلم ترجمه: و تو اخلاقی با عظمتی داری. عایشه رضی الله عنها می گفت: اخلاقش قرآن بود و قرآن عمل می نمود و حدودش را نگاه می داشت. خوشنودی یا ناراحتیش به خاطر الله بود. خلیل الله پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله اتخذنی خلیلا كما اتخذ ابراهیم خلیلا. الله مرا به عنوان خلیل برگزید همانطور که ابراهیم را خلیل برگزید. بدن گرامیش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم روشنترین رنگ را داشت، عرقش گویا مروارید بود، با صلابت راه می رفت، دیبا و ابریشم نرم تر از دست رسول الله صلی الله علیه و سلم لمس نکردند، مشک و عنبر خوشبوتر از بوی رسول الله صلی الله علیه و سلم حس نکردند. قامتش. براء بن عازب رضی الله عنه می گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم قامت متوسط داشت، میانی گوتو کتفش بهن بود، بلندی مویش تا نرمی گوشهایش می رسید. او را در لباس قرمز که دیدم هرگز چیزی زیباتر از او ندیده بودم. چهرهش. کعب بن مالک رضی الله عنه می گفت: باری بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام کردم و چهرهش از شادی می درخشید. هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال می شد، چهرهش روشن می گشت، گویا تکه از ما هست و ما به خوشحالیش می بردیم. از براء رضی الله عنه پرسیدند: آیا چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند شمشیر بود؟ گفت: خیر، بلکه همچون ماه بود. موبش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت: دستان پیامبر صلی الله علیه و سلم سیبر و ورزیده بود و چنان دستان ندیده بودم. موهای پیامبر صلی الله علیه و سلم صاف و بدون فر و نرم بود. چشمانش. جابر بن سمره رضی الله عنه می گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم دهان گشاده داشت و در سپیدی چشمانش کمی سرخی بود. پاشنه های ظریف و کم گوش داشت. عرقش. انس بن مالک رضی الله عنه می گفت: روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد من آمد و خواب قیلوله کرد و عرق نمود. مادرم با ظرف آمد و عرقش را در آن جمع نمود. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیدار شد و فرمود: ای ام سلیم، چی میکنی؟ گفت: این عرق شماست که برای عطر استفاده میکنیم، چون خوشبوترین عطر است. مهر نبوت. مهر و نشان نبوت میان دو شانه پیامبر صلی الله علیه و سلم برجسته بود. جابر بن سمره رضی الله عنه می گفت: مهر نبوت را بر شانه اش دیدم که همچون تخم کبوتر در بدنش واضح بود. بزرگداشت اصحاب از او عمر بن عاص رضی الله عنه می گفت: هیچ کس را بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست نداشتم و کسی در نگاه هم از او بزرگوارتر نبود. به خاطر بزرگیش از با او چشم ندوختم. اگر از من بخواهند توصیفش کنم نمیتوانم، چون بخیره نشدم. روزی حدیبیه عروه بن مسعود سقفی در وسط توصیف پیامبر صلی الله علیه و سلم به قریش گفت: به الله سوگند ندیده بودم که مردم پادشاهشان را گرامی بدارند، آن گونه که یاران محمد صلی الله علیه و سلم او را گرامی می‌دارند. به الله سوگند اگر آب دهن یا بینیش بر دست کسی می‌افتاد، آن را بر چهره و بدنش می‌کشید. اگر به آن دستوری می‌داد، بیدرنگ به آن می‌شتافتند. اگر وضو می‌گرفت، نزدیک بود برای رسیدن به آب وضویش بجنگند. وقتی سخن می‌گفت، صدایش را در نزدش پایین می‌آوردند. نگاهشان را برای بزرگداشتش به او خیره نمی‌کردند. ادبش در رابطه با الله. عبدالله بن شخیر رضی الله عنه می گفت: گفتیم تو سرور ما هستی. وی گفت: سید و سرور الله تبارک و تعالی است. گفتیم: بهترین و بزرگوارترین ما هستی. فرمود: قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. چنینی می گویی ولی شیطان شما را به بد گفتن نکشاند. شجاعتش. علی رضی الله عنه می گفت: وقتی نبرد دشوار می شد و جنگ تن به تن می گشت، به رسول الله صلی الله علیه و سلم پناه می بردیم. او از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. ترسش از الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: اما والله اینی لأخشاکم لله و اتقاکم لهم.
به الله سوگند من بیش از شما از الله ترسان هستم و پروا دارم. خوبی کردنش به خانه آدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: خیرکم خیرکم لی اهلی و انا خیرکم لی اهلی. بهترین شما بهترین برای خانواده اش است و من بهترین شما برای خانواده ام هستم. شرم و حیایش. ابو سعید خدری رضی الله عنه میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از زیبایی که در حجابش بود شرم و حیا داشت. وقتی چیزی ناپسند را میدید از چهره اش متوجه میشدیم. آسانگیری. عایشه رضی الله عنها میگفت پیامبر صلی الله علیه و سلم میان دو کار آسانترین را برمیگزید. البته اگر گناهی بر آن نبود، اگر آن کار گناه داشت بسیار دور میشد، برای خودش مجازات نمیکرد. عایشه رضی الله عنها میگفت بالله سوگند هرگز به خاطر کسب چیزی به سود خود نجنگید و انتقام نگرفت تا حریم آلای شکسته نشود. به خاطر الله جنگید و مجازات کرد. از غذا عیب. عایشه رضی الله عنها میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز از غذا عیب نگرفت. اگر میخواست میخورد و اگر دوست نداشت نمیخورد. هدیه را میپذیرفت. عایشه رضی الله عنها میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم هدیه را میپذیرفت و جبران مینمود. صدقه نمیخورد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: این اهل محمد لا یاکلون الصدقه. خاندان محمد صلی الله علیه و سلم صدقه نمیخورند. تواضعش. عقبه بن عامر رضی الله عنه میگفت مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و با او سخن گفت در حالی که پهلویش میلرزید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: حون علیک فانی لست بملک، انما انا ابن امراه تاكل القدید. به خودت سخت نگیر، پادشاه که نیستم، فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده میخورد. خدمتش به خانواده. اسود بن یزید رحمه الله میگفت از عایشه رضی الله عنها پرسیدم پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه چی میکرد؟ گفت در خدمت خانواده اش بود. وقت نماز که میشد به نماز میرفت. بی توجیه و افراد نادان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تعجب نمیکنید که الله چی نمرا از دشنام و لعنت قریش دور ساخت؟ ما را بسیار ناسزا میگویند و نکوهیده میخوانند، اما من ستوده هستم راستگوی او. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگفت رسول الله صلی الله علیه و سلم صادقانه و تجربه با ما سخن میگفت. فردی صبور و متواضع بود که از اصحاب باز شناخته نمیشد. انس بن مالک رضی الله عنه میگفت در مسجد نشسته بودیم که مردی با شتر وارد شد. شتر را در مسجد نشان و بست. سپس گفت کدامتان محمد است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در پشت سر تکیه زده بود. گفت این مرد سپید که تکیه زدم. آن مرد گفت ای پسر عبدالمطلب. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت بفرما. مرد گفت ای محمد سوالاتی از تو میپرسیم، صریح پاسخم را بگو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر چی میخواهی بپرس. مرد گفت تو را به پروردگارت و پروردگار مردم پیش از تو سوگند میدهم آیا الله تو را به سوی تمام مردم فرستاده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا الله بله. گفت تو را به الله سوگند میدهم آیا به تو فرمان داد که نمازهای پنجگانه را در شبانه روز به جا آوری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا الله بله. گفت تو را به الله سوگند میدهم آیا الله به تو فرمان داد که این ماه را روزه بگیری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا الله بله. گفت تو را به الله سوگند میدهم آیا الله به تو فرمان داد زکات را ثروتمندان بگیری و میان مستمندان تقسیم کنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود یا الله بله. مرد گفت به تو و دعوتت ایمان آوردم. من فرستاده گروهی از قوم خود هستم، زمان بن ثعلبه برادر بنی سعد بن بکر. اخلاقش با خدمتکار. انس بن مالک رضی الله عنه میگفت 10 سال خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم را کردم، به الله سوگند هرگز به من اوف هم نگفت. اگر کار کردم نگفت که چرا چنین کردی و اگر کار نکردم نگفت که چرا چنین نکردی. خوراکش. عایشه رضی الله عنها میگفت خانواده محمد صلی الله علیه و سلم تا پیش از فوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دون روز پیاپی از نان جو سیر نخوردند. زهد پیامبر صلی الله علیه و سلم در دنیا.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: دوست ندارم که دیناری در اختیار داشته باشم و زمان بر من بگذرد و آن را نزد خود نگه دارم، مگر برای پرداخت بدهی یا آن اینکه بگویم آن را میان دیگران تقسیم کنند. دشنام نمیداد. عایشه رضی الله عنها میگفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم ناسزاگو و بددهان نبود. در بازار فریاد نمیزد و بدی را و بدی جواب نمیداد، بلکه میبخشید و گذشت مینمود. دست زن را لمس نکرد. عایشه رضی الله عنها میگفت: دست رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز دست هیچ زنی را لمس نکرد. خانه و زندگی. عمر رضی الله عنه میگفت: نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم، وی بر حسیری خوابیده بود، کنارش نشستم، اثر حسیر بر پهلویش بود. گنجه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که مشت جو حدود 1 کیلو بود، که همان مقدار هم دانه قرز برای دباغی در گوشه اتاقش وجود داشت. پوست دباغی نشده نیز در آنجا آویزان بود و گریه افتادم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: به خاطر چی گریه میکنی ای پسر خطاب؟ گفتم: ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، چرا گریه نکردم در حالی که این حسیر بر پهلویت اثر گذاشتم؟ در گنجت همین از و قیصر و کسرا در بستانهای پرمیوه و پر آب بسر میبرند. تو رسول الله صلی الله علیه و سلم و برگزیده او هستی و گنجه تو این است. فرمود: ای پسر خطاب، مگر دوست نداری دنیا مال آنها باشد و آخر